بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، سلام و درود بر شما. جمعه شما بخیر. در برنامه امروز نگاهی خواهیم داشت به اعتصاب طولانی مدت کارگران خط و ابنیه راه‌آهن. در ادامه برنامه هم چندین بیانیه از تشکل‌های مستقل صنفی در داخل کشور رو براتون بازگو خواهیم کرد و همچنین گزارش خواهیم داشت از مرگ تأثیربار هما سلطانی، مراسم خاکسپاری او و واکنش‌های گوناگون و پیام‌های تسلیت شخصیت‌ها و تشکل‌های مردمی در این رابطه. در ادامه برنامه هم به مناسبت سالروز قتل فجیع فریدون فرخزاد در 16 مرداد ماه یادی از این هنرمند نامدار و بی‌باک خواهیم کرد و پایان بخش برنامه امروز هم گزارشی است از آرشیو تلویزیون در مورد خرید و فروش کودکان که متأسفانه همچنان موضوعیت خودش رو از دست نداده و هر روز ابعاد وحشتناکتری به خودش میگیره. با امید اینکه برنامه امروزمون مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار بگیره. امروز هم همچون روزهای قبل شاهد اعتراض و اعتصاب کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن بودیم. در واقع پایمال کردن حقوق کارگران مسئله تازه‌ای نیست و از زمستان سال گذشته بارها و بارها این کارگران سعی کردند با مراجعه به کارفرما و مقامات محلی، وزارت کار و غیره به این ابتدایی ترین خواستشون برسن. زیر آفتاب سوزان و برف و باران توی بیابان برای چندر غاز کار میکنن، اما همین حداقل رو هم بهشون پرداخت نمیکنن. در عوض پیمانکار خصوصی و اداره راه‌آهن اونها رو مثل توپ به یکدیگه پاس میدن. شرکت پیمانکاری توسعه و صنعت، گسترش آهنراه، ترابرس و جوش گستر از جمله شرکت های پیمانکاری خطوط ابنیه فنی راه‌آهن کشورن. وقتی هم کارگران مدعی میشن که طبق ماده 21 کارمند رسمی رو نمیتونن به بخش خصوصی بدن، مدیران ارشد راه‌آهن پاسخ میدن که کارکنان این شرکت بر اساس اصل 44 قانون اساسی واگذار شدن و اگر شکایتی در این مورد دارن میتونن از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری کنن. تو گویی دستگاه قضایی کشور دادرس مردمه. فیلمثل شرکت ترابرس که یکی از همین پیمانکارهاست و در زمینه نگهداری خط و ابنیه با راه‌آهن همکاری میکنه، در سطح کشور حدود 7000 نفر نیرو داره. بنا به اظهارات کارکنان این شرکت، کسورات بیمه اونها یک ساله که پرداخت نشده، یعنی شرکت مبلغ بیمه تکمیلی رو از حقوق اونها کم میکنه اما به بیمه پرداخت نمیکنه و به این ترتیب وقتی اونها به بیمه مراجعه میکنن عملا نمیتونن سرویسی بگیرن. و یا از اونجایی که شرکت ترابرس بدهی خودش رو به بیمه پرداخت نکرده، حکم بازنشستگی هم برای افراد صادر نمیشه و حتی گفتن به بازنشسته ها که برگردید سر کارتون، اداره بیمه گفته. کارکنان این شرکت ها در سراسر کشور از احمدآباد و هرمزگان گرفته تا ایستگاه نیشابور، سبزوار، کاشمر و عطار، زنجان و مناطق ریلی هرمزگان، سیرجان، اسلام شهر، تهران، کرج، لرستان، آذربایجان، زاگرس، شاهرود، دامغان و سمنان، زاهدان و هر یک، همشون هر یک برای احقاق حقوقشون اقداماتی کردن. ابتدا با مراجعه به مقامات اداری، سپس مقامات محلی، حتی اومدن تهران و به مجلس رفتن و چندین بار با نمایندگان مجلس اسلامی صحبت کردن، اما آب از آب تکون نخورده که نخورده. سپس بعد از این اقدامات به تجمع موردی اقدام کردن تا اینکه از حدود 19 روز پیش به اعتصاب متوسل شدن. این بخش گرچه همه
تو یه رشته کار میکنن و کارفرمای مشترک دارن و خواستهای مشابهی هم مطرح میکنن، اما از اونجایی که هر بخش و ناحیه برای خودش اعتراض و اعتصاب میکنه، عملا راه به جایی نمیبره تا اینکه بالاخره در هفته گذشته به این نتیجه میرسن که شورای تشکیل بدن که هماهنگ بکنه این فعالیت ها رو. این شورا همونطور که گفته شد در هفته گذشته به واسطه خود کارگران تحت عنوان شورای هماهنگی خط و ابنیه فنی راه آهن کشور تشکیل میشه که همونطور که از اسمش پیداست تشکیل شده تا فعالیت بخش های مختلف در سراسر کشور رو که فعالیت مشترک دارن تو یک زنجیره اصطلاحا تولیدی خدماتی هستن رو هماهنگ کنه تا بتونن کارگران به خواسته هاشون برسن. شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در بیانیه‌اش آورده که جنبش اعتراضی ما به این دلیل بسیار فراگیر شده که در مبارزات با کارفرمایان به نتیجه ای نرسیدیم. شرکت های پیمانکاری توسعه و صنعت، گسترش آهن راه، تراورس و جوش گستر از جمله شرکت هایی هستند که با کارگران خطوط ریل راهن قرارداد کاری دارند، اما به این قراردادها پایبند نبوده و اهمیت نمیدهند. بیانیه تاکید میکنه که اعتراضات کارگران خطوط ابنی کشور صنفیه و در خصوص شروط کارگران خط ابنی برای پایان اعتصاب ادامه میده که پرداخت کامل بدهی های مزدی، بیمه ای و سنواتی، عقد قرارداد مستمر و دائم، شکل گیری نهاد مستقل کارگری، تأمین امنیت شغلی کارگران و جلوگیری از اخراج بی رویه، دادن حق اعتراض و بیان مشکلات صنفی از سوی کارگران، مشخص شدن زمان پرداخت حقوق در هر ماه و رفع مشکلات بیمه تکمیلی. و باز شورا در یک بیانیه دیگری اینطوری آورده: سلام خدمت همکاران محترم، به اطلاع می رساند بدین وسیله به اطلاع تمامی کارگران راهن عرض می کنیم از آنجایی که شرکت هایی که با کارگران ما قرارداد بستند تا این لحظه حقوق و بیمه و سنوات را پرداخت نکرده اند، کارگران تمامی مناطق از روز جمعه 12 مرداد تجمعات قانونی خود را برگزار می کنند تا به یاری خدا حق و حقوق خودمان را به طور کامل دریافت کنیم. درخواست های ما عبارتند از بیمه درمانی باید پرداخت شود، حقوق کامل تسویه شود و هیچ معوقه ای را قبول نمی کنیم، قرارداد موقت کنسل شود، کارگران باید تشکل‌های مستقل داشته باشند، اخراج کارگران تحت عنوان تعدیل باید کنسل شود، کارگران در هر زمان حق تجمع و اعتراض نسبت به مشکلات خودشان را داشته باشند، مدیران شرکت باید تاریخ دقیق پرداخت حقوق را اعلام کنند. همونطور که گفته شد همچنان اعتصاب در ایستگاه‌ها و مناطق مختلف ادامه دارد. طبعا با توجه به ایجاد تشکلی برای سراسری و هماهنگ شدن اعتراضات، کارگران خط و ابنیه یک گام به موفقیت نزدیکتر شدن. روابط نزدیکتری میتونن با یکدیگه برقرار بکنن و محکمتر میتونن مقابل حیله ها و کارشکنی های کارفرما بایستن. در این حال نباید فراموش کرد که حمایت سایر بخش های کارگری و حتی سایر جنبش های اجتماعی از اونها میتونه به اتحاد طبقاتی و پیشرفت مبارزات کارگران کمک کنه. با آغاز دور دوم اعتصاب رانندگان کامیون در روزهای گذشته، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه با صدور بیانیه‌ای همبستگی خودش رو با خواستهای
این اعتصاب کنندگان اعلام کرده که نظر به اهمیت این بیانیه اون رو براتون قرائت میکنه. عنوان این اطلاعیه چنین است: همبستگی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حمه با اعتصاب رانندگان کامیون. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران قویاً همبستگی خود را با اعتصاب رانندگان کامیون که دور دوم آن در بسیار شهرها در روز یکم مرداد 97 آغاز و همچنان ادامه دارد اعلام می‌کند. این اعتصاب به دلیل عدم برآورده شدن وعده‌های دولت به رانندگان کامیون آغاز شد. دور اول اعتصاب آنان که روز یکم خرداد آغاز شده بود با وعده‌های دولت مبنی بر رسیدگی به مشکلات و برآورده کردن خواستهایشان در روز دهم خرداد خاتمه یافت. سندیکا نحوه مواجهه دولت با اعتصاب رانندگان کامیون را که در ابتدا انکار می‌کرد و به جای رسیدگی به خواستهای آنان راه سرکوب اعتصابشان را در پیش گرفته محکوم می‌کند و قویاً همبستگی خود را با اعتصاب رانندگان کامیون اعلام و خواهان برآورده شدن خواستهای انباشته شدهشان که در زیر می‌آید می‌باشد. سندیکای کارگران شرکت واحد از همه کارگران، معلمان و تشکل‌های مستقل کارگری دعوت می‌کند تا با اعلام همبستگی خود رانندگان کامیون را تا احقاق حقوقشان یاری دهند. 1. کم شدن حق بیمه پرداختی رانندگان و پذیرش سخت و زیان‌آوری شغل رانندگان ناوگان باری. 2. افزایش حقوق بازنشستگی. 3. کاهش قیمت لوازم یدکی و لاستیک. 4. افزایش کرایه حداقل به میزان 70%. 5. کاهش نرخ عوارضی اتوبان‌ها. 6. ترمیم جاده‌های پرتردد سراسر کشور. 7. افزایش سهمیه سوخت ناوگان حمل بار. 8. حذف دلالان و واسطه ها از پایانه ها و باربری ها. 9. اجباری کردن اعلام بارها در سالن های اعلام بار در سراسر کشور. 10. کاهش دریافت کمیسیون باربری ها و پیمانکاران شرکت نفتی. 11. کاهش دادن هزینه های اضافی از پایانه های مرزی جهت تردد ترانزیت ها در سراسر پایانه های مرزی کشور. 12. رفع کمبود شدید امکانات رفاهی بهداشتی در پایانه های مرزی و داخلی. 13. نوسازی ناوگان حمل و نقل باری. 14. نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه‌ای ماموران راهنمایی و رانندگی و مجازات مامورین و افسران رشوه‌گیر. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حمه، دهم مرداد 97. آتش خندان را با صبح در آمیزه، با صبح در آمیزه، با صبح در آمیزه، با صبح در آمیزه. به روح همه شهدا سوگند، سوگند یاد می‌کنم که گوش کنید، آقای سلطانی صحبت می‌کنه، گوش کنید. مردم
در راه سرفرازی این مملکت هممون تلاش کنیم. انشالله همیشه یه کاری بکنیم که مردم همیشه شاد باشن. سوگند یاد میکنم که هرگز مردم را فراموش نمیکنم. به روح پاک سوگند یاد میکنم که هرگز راهی که تو داشتی راه شادی آفرینی در این جامعه باشه. راه کمک مردم را داشتی هرگز این راه را تنها نمی. تلاش میکنیم که خنده را بر روی لب‌های مردم ایجاد بکنیم. درود بر همه شما. چندیم شب و خاموشی، چندیم شب و خاموشی، وقت است که برخیزد، وقت است که برخیزد. نمیدونم چه دردی تو سینش بود، نتونستیم حل تحمل کنیم. خوش آمدید محمد. از همه تون سپاسگزارم. بدونید که فراموش نمیشه این تاریخ، ثبت میشه این ظلم، این ظلمی که دختر 27 ساله من از دیدن پدرش محروم شد. 8 سال دوری از پدر، من پدرش 8 سال تمام، 7 سال تمام، 8 سال دخترم تحمل نکردن که سال 3 سالم نیست. زین آتش خندان را با صبح در آمیزه، با صبح در آمیزه، با صبح در آمیزه، چون کوه نشستم من، چون کوه نشستم من، با تاب و تب پنهان، چون کوه نشستم من، چون کوه نشستم من، با تاب و تب پنهان، صد زلزله برخیزد، صد زلزله برخیزد، زلزله برخیزد، صد زلزله برخیزد، آنگاه برخیزد، آنگاه برخیزد، آنگاه برخیزد. نترس از سفرها که یار تو هستم، نترس از خطرها کنار تو هستم، نترس از زمانه که بی اعتبار است، که هر لحظه من اعتبار تو هستم.
هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم. چه باهم چه تنها، چه حالا چه فردا، چه در آسمان و چه خاک و چه دریا، اگر سبز و شادی، اگر زرد و غمگین، اگر گرم و سرشار، اگر سرد و مسکین، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم. در آتش ببینی اگر خانه‌ات را، برد آب اگر کوی و کاشانت را، بسوزی اگر سود و سرمایه‌ات را، بگیرد اگر آسمان سایه‌ات را، کنار تو هستم، که یار هستم، که بیش از خودم بیقرار تو هستم. چه در عهد بستم، چه وقت گسستم، چه در اقتدار و چه وقت شکستم، اگر چه دیدی و هر چه شنیدی، هر آنجا که ماندی، به هر جا رسیدی، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم، کنار تو هستم، که یار تو هستم، که بیش از خودت بیقرار تو هستم. به دنبال اعلام حکم قضایی علیه محمد حبیبی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بیانیه‌ای رو در اعتراض به این حکم صادر کرده که مهمترین بخش‌های اون رو برای شما بازگو می‌کنیم. بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به حکم قضایی علیه محمد حبیبی، 90 روز از بازداشت غیرقانونی و همراه با خشونت محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران می‌گذرد. بازداشتی که بهت و حیرت جامعه و معلمان را در پی داشت و وجدان‌های بیدار یکی پس از دیگری این حرکت غیرقانونی را محکوم نموده. از روز 20 اردیبهشت ماه و از نحوه بازداشت و سیر پرونده تا مکان بازداشت و نگهداری محمد حبیبی مشخص بود که اراده‌ای فراقانونی می‌خواهد روند دادرسی را به صورتی غیرقانونی بر این معلم زندانی تحمیل کند. فک وثیقه و درخواست انتقال وی به صورت غیرقانونی به زندان تهران بزرگ توسط ضابط قضایی اطلاعات سپاه نمونه‌های نقض دادرسی عادلانه است و در تضاد آشکار با حقوق متهم. اما این تمام ماجرا نیست. ممانعت از درمان و عدم برخورداری از خدمات پزشکی ضروری و وضعیت اسفناک زندان تهران بزرگ بعد دیگری از فاجعه‌ای است که ممکن است در صورت ادامه روند کنونی رخ دهد.
بنابر اطلاعات موثق شورای هماهنگی در طی این سه ماه، خانواده این معلم زندانی در کنار وکلای پرونده از هیچ تلاش و کوششی برای احقاق حقوق آقای حبیبی کوتاهی نکردند و از طریق دیدار حضوری و نامنگاری پیگیر وضعیت بغرنج وی بودند، به طوری که میتوان با اطمینان گفت در بالاترین سطح مسئولان کشور از وضعیت اسفناک وی مطلع هستند و میدانند که چگونه جامعه فرهنگیان ایران به خاطر این مسئله ملتهب و در نگرانی به سر میبرد. اما با وجود این، طی روزهای گذشته شاهد بودیم که قاضی احمدزاده، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب، در حکمی بی سابقه و سراسر ظالمانه این معلم متعهد را به 10.5 سال زندان، 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم نمود و 74 ضرب شلاق بر این حکم افزود تا تشدید مجازاتش کامل گردد. گویی قاضی این حکم را صادر نموده که به جامعه هشدار دهد که اگر کسی دنبال حق و عدالت باشد، نصیبش زندان و شلاق است، و به مردم ستم دیده و آسی به خاطر فساد و گرانی بگوید ما با دزدان و اختلاسگران کاری نداریم و تنها به دنبال به حبس کشیدن انسانهای آزادی خواه و عدالت طلب به ویژه معلمان هستیم. از نظر ما موارد نقض دادرسی عادلانه در این پرونده به حدی آشکار است که بررسی روند دادرسی پرونده محمد حبیبی میتواند میزان و سنجه مناسبی برای ارزیابی عدالت قضایی باشد و از حقوقدانان مستقل میخواهیم این موضوع را مورد بررسی و واکاوی انتقادی قرار دهند. شاید دستگاه قضایی برای پرسش‌های معلمان ایران پاسخی داشته باشد. ما میخواهیم بدانیم ضابط قضایی به اتکای کدام مستند برای دستبند زدن بر محمد حبیبی کلت بر شقیقه او گذاشت. ما میخواهیم بدانیم با کدام مجوز لباس شخصی ها بعد از ضرب و جهد محمد حبیبی را بر روی آسفالت کشیدن. ما میخواهیم بدانیم بازپرس چگونه و بر مبنای کدام مستند ابتدا برای وی وثیقه تعیین نمود و سپس آن را رد و پرونده را به دادگاه فرستاد. ما میخواهیم بدانیم قاضی پرونده بر چه مبنا وثیقه را فک و وی را به زندان تهران بزرگ منتقل نمود. ما میخواهیم بدانیم علارغم تایید پزشک قانونی چرا محمد حبیبی برای درمان به خارج از زندان منتقل نمیگردد. اینها پرسش هایی است که در ذهن اکثر معلمان مبهم و بدون پاسخ مانده است و اینک پرسش نهایی ما این است که قاضی چرا و چگونه با توجه به اتهامات منتسب حکم خود را تشدید نموده است و به بالاترین حد هر اتهام، یعنی 5 سال به خاطر اجتماع و تبانی، 1 سال به خاطر تبلیغ علیه نظام، 1 سال به خاطر اخلال در نظم عمومی نیز راضی نشده و آن را 1.5 برابر تشدید نموده تا محمد حبیبی به 10.5 سال محکوم گردد، به طوری که حتی اگر ماده 134 نیز در مورد وی اعمال شود، این معلم زندانی به 7.5 سال زندان محکوم خواهد شد. وا عجبا، از این همه عداوت و کینه با کسانی که مسئولیت تربیت کودکان را بر عهده دارند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اعتراض شدید به حکم صادر شده خواهان آن است که بدون پیش شرط و فوری زمینه‌های صدور وثیقه و آزادی محمد حبیبی تا زمان رسیدگی پرونده در دادگاه تجدید نظر فراهم شود. جامعه فرهنگیان اساساً اتهام انتصابی به فعالان دربند را قبول ندارد و خواهان تبرئه آقای حبیبی در دادگاه تجدید نظر است. ما معتقدیم زندانی کردن فعالان صنفی مصداق بارز امنیتی کردن فعالیت مدنی است و در فضای امنیتی صحبت از حل مشکلات آموزشی و شروع سال تحصیلی جدید در مهر ماه با وجود معلمان زندانی بحثی عبث و بیهوده است و فعالان صنفی مهری را که در آن همکارانشان در بند و زندان هستند دگرگونه آغاز خواهند نمود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران 16 مهر ماه 97.
در راسته شمالی خیابان خانم روسی بود که قهوه فروشی داشت. فال قهوه هم می گرفت و با فال گرفتن شهرتی به هم زده بود. برای من و مرتضی فال گرفت. به ما گفت دوران عاشقانه زیبایی دارید. افسوس که با جدایی همراه می شود، اما همیشه عاشق می مانید. مرتضی خندید، گفت ناراحت نباش، سرنوشت تمام فالها همین است. شصت سال عاشقی روایت زندگی مرتضی کیوان و پوری سلطانی است از زبان زنی که هنر عشق ورزیدن را به خوبی آموخته بود، پوری سلطانی. مرتضی کیوان، شاعر، منتقد هنری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی بود. او اولین ویراستار ایرانی و پایه‌گذار انجمن ادبی شمع سوخته بود. کیوان کارمند وزارت راه در دولت مصدق هم بود. او از سال 1324 به عضویت حزب توده درآمد و تنها غیر نظامی بود که به دستور مستقیم شاه تیرباران شد، درست 3 ماه بعد از ازدواجش با پوری، 27 مهر 1333، سال درد، سال عزا، سال عشق پوری، سال خون مرتضی. نکند موسمه سفر باشه، نکند موسم سفر باشه، ساربان خفته با بی خبر باشه. پوری سلطانی اما نویسنده، مترجم، استاد دانشگاه و فرهنگ پژوه بود. مرکز ملی کتابداری را او پایه‌گذاری کرد. پوری را باید قهرمان مرحله گذار از سنت به مدرنیسم در کتابداری ایران نامید. با این وجود نمیتوان منکر گره خوردن نام پوری به مرتضی بود. سال 52 گورستان مسگرآباد را با خاک یکسان کردند. میخواستند به جای گورستان پارک بسازند. قبر مرتضی و یارانش سالم بود و اطرافشان چند درخت سرو کاشته بودند. سالگرد اعدام مرتضی بود و پوری منقلب. سایه برای مرتضی شعری روی بشقاب نوشت. ساحت گور تو سروستان شد. ای عزیز دل من، تو کدامین سروی؟ به جز ابتهاج، شاملو، نیما و کسرایی نیز در سوگ مرتضی کیوان شعرهایی سرودند. 60 سال عاشقی کتابیست از زندگی پوری سلطانی و مردی که شب به سلام آفتاب رفت. به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادن. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم. Bum ba ba bum bum, ba bi ba ba bum bum, ba bi ba ba bum bum, bi ba 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 ba, bum ba ba bum bum, ba bi ba ba bum bum.
بابی بابا بوم بام بام بوم بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بوم بابا بوم بام بام بابا بوم بام بابی بابا بوم بام 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 بوم بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بابی بابا بوم بام 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 بعد از تمام این ترانه ها و آواز ها میرسیم به ترانه‌ای که برای من و برای شما پر از خاطره هست. وقتی که من این آواز رو خوندم، همون موقع فیلمی هم که این آواز در اون فیلم پخش می شد روی صحنه اومد، روی پرده سینما ها اومد در تهران، به نام ویالونسن روی بام. و یادمه که برای من تعریف می کردن که وقتی این آواز در این فیلم پخش می شه، تمام مردم در سالن سینما ترانه فارسی رو که من خونده بودم میخوندند و این خودش کلی خاطره بود اون موقع برای من و امروز. میدونید از چی صحبت میکنم؟ بوم بابا بوم بام، یا به قول شما تا از آشیان سویت پر بگیرم. این ترانه بود که من در تلویزیون سالها پیش اجرا کرده بودم و بعد در بزرگترین نمایش هفته که یکی از بزرگترین شوهای تلویزیونی بود، این آواز رو به اتفاق دوستانم، همکارانم، نزدیک به 40-50 نفر جوانایی که با ما همکاری میکردند روی صحنه اجرا کردیم. من یادم اون موقع بعد از یک دوره فطرت کاری من بود، یعنی به من گفته بودن که تو دیگه نباید در تلویزیون و رادیو برنامه اجرا بکنی، چون زیاد حرف میزنی و بعضی وقتام بعضی حرفهایی رو میزنی که نباید بزنی. میدونید که منظورم چی هست. و بعد به من گفتن که اصلا حرف نزن و من داشتم واقعا خفه می شدم از اینکه نمیتونستم حرف بزنم و این آواز رو خوندم. حتما یادتون هست که وسط این آواز رو قطع کردم و بعد گفتم که مردم درها رو باز کنید، پنجره ها رو باز کنید، ببینید بیرون گل هست، پرنده هست، آفتاب هست، بهار هست، و اگر تمام اینها رو نمیبینید و برف میبینید و غم میبینید و بیهودگی میبینید، این رو بدونید که این غم و این برف از بین میرند، آب میشند و باز علف سبز میشه و باز آفتاب میتابه. و این جملاتی بود که من وسط اون آواز جا کردم و بعدم عنوان کردم که توی اصل این آوازم چنین چیزهایی گفته شده، بنابراین این حرف نبود بلکه آوازی بود که با زبان بی زبانی اجراش کردم. بگذاریم، فکر میکنم که اگر آشیانه رو با صدای بچه ها همکارانم برای شما پخش بکنم، تجدید خاطره زیبایی است. بوم بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بی بابا 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 بوم بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بام بوم بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بابی بابا بوم بابا بوم بابا بوم بام بام بابا بوم بام بابی بابا بوم بام 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 بوم بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بی بام بابا بوم بام بوم بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بام تا از آشیانه سویت پر بگیرم، از من لب رها ساز تا از غم نمیرم. این آواز غم هاست بر روی لب من، یا آوازی تنهاست همگام شب من. به تمنای سخن تو سوی تو میایم، برهد باز این چه سخن باشد که شکوفت در دل هر آواز. بوم بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بوم بابا بوم بام بابی بابا بوم بام بابی بابا بوم بام 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 تا از آشیانه سویت پر بگیرم، از من لب را ساز تا از غم نمیرم. این آواز غم هاست بر روی لب من، یا آوازی تنهاست همگام شب من. به تمنای
تو میایم برهن باز این چه سخن باشد که شکوفت در دل هر آواز بوم با با بوم با با بی با با بوم با با بی با با بوم با با بی با با بوم با بوم با با بوم با بی با با بوم با با بی با با بوم با با برنامه امروز رو با بازپخش گزارشی از آرشیو تلویزیون به اتمام می‌رسونیم که همکارمون مریم محسنی در مورد وضعیت دهشتناک کودکان در ایران تهیه کرده. مسئله‌ای که متأسفانه با گذشت زمان همچنان موضوعیت خودش رو حفظ کرده و دائما وخامت هرچه بیشتری پیدا می‌کنه. کودکان تجاوز جنسی که مادرشون از ترس فقرار گرفتن در مقام متهم و نداشتن شاهد حتی امکان شکایت به دستگاه قضایی رو هم خیلی جاها ندارند، جنین فروشان تهیدست، کودکان اعتیاد و کارتون خوابان بی سرپناه که خرید فروش میشن، همه با هم چهره کری و تحمل ناپذیری از نظام جمهوری اسلامی رو نشون میدن. برنامه رو ادامه میدیم با گفتاری از مریم محسنی. سلام میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون رای کارگر. خبری که هفته گذشته رسانه‌ای شد ولی زودم از سطح رسانه‌ها جمع شد و چندان هم به عنوان خبری مهم مورد توجه قرار نگرفت، رها شدن نوزاد 20 روزه در اهواز بود. این خبر که فقط مدت کوتاهی در زمره خبرهای مهم قرار داشت، البته تنها خبری از رها کردن نوزادان نیست که منتشر شد، چون خبر فروش نوزادان و کودکان الان مدتیه که اضافه شده به کلیه فروشی و ما شاهدیم که بعضی از خانواده هایی که امکان نگهداری فرزند خودشونو ندارن اونا رو برای فروش میذارن. موضوع کودک فروشی تا حدی عادی شده که مثلا یکی از خبرگزاری های دولتی شماری از این آگهی ها رو گزارش میکنه. مجله مهر تو گزارشی در این مورد میگه تا چند سال پیش تو گوش و کنار خیابون با خودکار و کاغذ برگه میچسبوندن برای فروش کلیه. خیلی ها آخرین راه نجات خودشون رو در فروش کلیه میدیدن، اما الان تبلیغات مخفی در شهر عوض شده و برخی ها برگه حراج پاره تنشون رو تو خیابونا نصب میکنن. فروش نوزاد یا فروش کودک پدیده ای شده که این روزها داره تکرار میشه. این تبعات چهره واقعی و کریه فرد در جمهوری اسلامیه که حالا خودشو در فروش نوزادان و کودکان بیگناه نشون میده. تو یه نمونه از این آگهی ها اومده که یه عدد بچه به دلیل نبودن شرایط نگهداری 20 روز مونده به دنیا اومدنش فوری به فروش میرسه. گزارش مجله مهر میگه یه مادر باردار دستنویس این آگهی فروش جنین 9 ماهه خودشو به خودپردازهای خیابون آزادی چسبونده. ما میدونیم که خیلی از این کودکان و نوزادان رها شده در خیابون حاصل تجاوز به زنان بیپناهی هستن که بدون خونه در خیابونا یا پارک ها به سر میبرن. هرچند که طبق ماده 82 مجازات اسلامی مرد متجاوز مجازات میشه، اما زنان ایرانی در مواردی که مورد تجاوز قرار میگیرن خیلی سخت ممکنه بتونن در دادگاه های اسلامی حقانیت خودشون رو ثابت کنن. زنی که جرأت میکنه بره دادگاه و شاکی بشه که مردی بهش تجاوز کرده باید شهود عینی داشته باشه، در حالی که تجاوز جنسی معمولا جلوی شهود عینی صورت نمیگیره. زن اگه نتونه مطابق گزارش دقیق پزشکی ادعای خودشو ثابت کنه در جای متهم به زنا میشینه، یعنی جای شاکی و متهم عوض میشه. برای این که دادگاه ها معمولا نظریات کارشناسی پزشکی قانونی رو هم به رسمیت نمیشناسن که بر اساسش حکم بدن. این وضع که زنان نمیتونن تجاوز جنسی رو ثابت کنن عاملی میشه که وادارشون میکنه که تو شکایت احتیاط کنن و برای شکایت به مراجع قضایی نرن. این وضع باعث میشه که زنی که مورد تجاوز قرار میگیره اگه فرزندی به دنیا بیاره نتونه به راحتی
راه حلی برای بزرگ کردنش پیدا کنه. نه فقط زنان مورد تجاوز قرار گرفته که نوزادان ناخواسته مادران معتاد، تنفروش و کارتون خواب هم راه حلی برای حفظ بچه ندارن. ولی جمهوری اسلامی فقط از طریق قوانین نارسای قضایی نیست که فاجعه کودکان ناخواسته رو به وجود میاره. از طریق نداشتن برنامه‌های حمایتی روشن نسبت به نوزادان رها شده و خرید و فروش کودکان هم به این فاجعه دامن میزنه. در گزارشات و اخباری که از کودک فروشی و رها کردن کودکان در خبرگزاری‌های دولتی منتشر میشه هم معمولاً راهکاری برای این پدیده دردناک رو به افزایش ارائه نمیشه و اساساً انگار راهکاری براش نیست. راه‌حل‌های تاکنونی جمهوری اسلامی برای زنان لایه‌های پایین و محروم جامعه که به دامن اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی افتادن و به خیابون کشیده شدن تا حالا محدود بوده به تأسیس چند تا گرمخونه و اختصاص دادن محلی در جنوب شهر که به هیچ وجه تناسبی با ابعاد آسیب‌ها و نیازهای اولیه زنان آسیب دیده و مشکلاتشون نداره. تازه همین کار هم همه جا صورت نمیگیره. جلوگیری از خرید و فروش نوزادان یا رها کردنشون تو پارک‌ها و مکان‌های عمومی فقط با تهدید به مجازات قانونی عملی نیست، به سیاست‌های روشن حمایتی هم احتیاج داره. ولی چون مقابله با رها کردن کودکان حاصل از تجاوز یا بی سرپناهی در خیابون‌ها و پارک‌ها یا فروش کودکان والدین معتاد و کارتون خواب بدون سیاست‌های حمایتی برای جلوگیری از کارتون خوابی، درمان اعتیاد و تأمین سرپناه و حداقلی از معاش یا اشتغال امکان نداره، می‌بینیم که خرید و فروش کودکان به عنوان میوه تلخ یه شاخه از آسیب‌های اجتماعی بیشتر میشه. با این وضع بدون اینکه ذره ای از بار مسئولیت اجتماعی حاکمیت کم بشه، با وجود همه مشکلات و کمبودها، تلاش‌ها برای توانمندسازی زنان لایه‌های محروم جامعه عملاً مربوط میشه به یاری و مشارکت فعالان و کنشگران مستقل. وگرنه اون چه که به رژیم مربوط میشه اینه که تا حالا همه طرح‌های حکومتی برای جمع‌آوری زنان معتاد و گرفتار آسیب‌های اجتماعی و درمون اونا با شکست روبرو شده، چون اساساً در پی حل موضوع هم نیستن و بلکه خودشون هم به وجود آورنده مشکل و علت این مصائب هستن. موضوع مهم دیگه اینه که اگه تأمین اجتماعی فراگیر وجود داشت، ما شاهد گسترش این پدیده دست کم در این حد نبودیم. اگه مبارزه عمومی برای تأمین اجتماعی وجود داشته باشه، حداقل شاهد این نیستیم که صندوق تأمین اجتماعی به نفع حکومتی‌ها خالی بشه و صاحبان اصلی تأمین اجتماعی یعنی کارگران و زحمتکشان روز به روز به پله‌های پایین‌تری از سطح زندگی سقوط کنند و آسیب‌های اجتماعی در لایه‌های محروم روز به روز گسترش پیدا کنه. به همین دلیل مبارزه برای تأمین اجتماعی همگانی محور مهم دیگه هست که باید مورد توجه همه فعالان و کنشگران و کارگران مبارز و بخش‌های مختلف طبقه کارگر و اونایی قرار بگیره که در حوزه اجتماعی کار میکنن. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز جمعه رسیدیم. برنامه بعدی ما رو روز یکشنبه از همین شبکه و همین ساعت خواهید دید. تا روز یکشنبه اوقات خوشی رو برای شما عزیزان آرزو داریم. شاد و پیروز باشید.